امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه دنیای ماورا یا جهان زیرین از معدود اکشن‌های موفق در سینما به حساب می‌آید که قهرمان اصلی آن یک خانم است. بیداری چهارمین قسمت از فیلم‌های دنیای زیرین محسوب می‌شود که در آن هم نوعان خون آشام و گرگ نماها که دشمن آنها هستند علیه گونه پلید دیگری یعنی انسان‌ها می‌جنگند. سلین خون آشام که در قسمت قبل بعد از کلی درگیری به عشق نیمه خون آشام و نیمه گرد نمای خود رسیده بود، در این قسمت توسط انسانها زندانی و به مدت 12 سال در یک آزمایشگاه نگهداری می شود. او حالا به همراه کودکی از زندان ترسناکی که در آن حبس بود فرار می کند. در ادامه سلین متوجه می شود که این دختر دورگه در واقع دختر خود اوست و به دلیل اصلیت دورگه‌ای که دارد می تواند بسیاری از مشکلات و آزمایش هایی را که انسان ها به دنبال آن هستند را به سرانجام برساند و از طرف دیگر می بایستی لیکون ها را هم از یاد نبرد که احتمالاً قصد جان او را خواهند کرد. او حالا هم باید حقایقی را کشف کند و هم انتقام خود را از کسانی که او را زندانی کرده بودند بگیرد. سلیم که به یکی از گونه های فرعی خون آشام ها به نام فرشتگان مرگ تعلق دارد، از قابلیت ها و مهارت های خاصی برخوردار است. همه می دانند که او می تواند همه را شکست دهد. برای همین تمام جنگجوهای خوناشام و هم نوعانشان تصمیم می گیرند تا سلین جنگ علیه انسانها را رهبری کند. بیداری برخلاف قسمت‌های قبلی چندان به دنیای بین خون آشام‌ها و گرگ‌نماها و مشکلاتشان با یکدیگر نمی‌پردازد، بلکه این بار نشان می‌دهد که انسان‌ها هستند که مشکلات تازه را برای این جماعت مستقل ایجاد کرده‌اند. در نهایت باید بگویم که دنیای زیرین بیداری با تمام مشکلاتی که در فیلمنامه دارد اکشن قابل قبولی دارد. بیداری قصد دارد انسانها را به دلیل منفعت طلب بودنشان محاکمه کند و دیگر گونه ها را محترم بشمارد. گزینه یه سابسکرایب رو بزنین.
Trust me. Terminator 2. Gentlemen.